بله خانمی پرسیدن من بعد از بچه دار شدن بعد از 10 سال زندگی مشترک نتوانستم تعادل بین همسر و فرزندم را داشته باشم. پسر 2 ساله دارم که عاشقانه دوستش دارم ولی احساسم به شوهرم بیرنگ شده. سر کار نمیرم و 90% کارهای بچه با من است. برای برقراری این تعادل لطفا من راه نمایی کنید. خب سوال خوبیه. اولا که هورمون های مادری مثل پروژسترون که باعث شیردهی میشه و علاقه شما رو به فرزندتون بالا میبره، مانع از این شده که تمایلات جنسی قبل در شما فعال بشه. این باعث میشه که شما انرژی و وقت بیشتری رو برای مراقبت از بچه‌تون بذارید و تو اون زمینه همیشه شارژ بمونید. اما مسئله اصلی اینه که نیازهای همسرتون به زنش بدون پاسخ میمونه و اینجا مسئله میتونه به تدریج یه مشکلات جدیدی رو براتون ایجاد کنه. چون شما در طول زمان بچه نداشتید و حالا بچه اومده و شوق زیادی داشتید، غرق در این جریان شدید. من پیشنهاد میکنم فیلم زیر سقف دودی رو ببینید و ببینید که یک زن چگونه در غرق شدن تو نقش مادری میتونه از همسرش فاصله بگیره به طوری که کس دیگه جایگزین او بشه. حالا شما میتونید قبل از اینکه به اون نقطه برسید با راهکاری که بهتون میدم خیلی کار بزرگی کنید. تو تصوراتتون بشینید و همسرتون رو ببینید که جای دیگه‌ای با یه خانم دیگه‌ای داره لذت میبره و نیازهایی رو که از زنش داره اون خانم داره بهش میده. شاید این کار شما رو حالتون رو خیلی بد کنه، اما اتفاقاً عواطف منفی اینجا به درد میخوره. وقتی حالتون بد میشه انگیزه تغییر پیدا میکنید که از این شرایط که هورمون پروژسترون در بدن زیاده فاصله بگیرید و حالا هورمون استروژن در شما زیاد بشه، زن بودنتون تقویت بشه، یه خورده مادر بودنه کم بشه، زن بودنه بیشتر بشه و شما به سمت همسرتون برید، تلاش بیشتری کنید تا رابطتون رو دوباره گرم کنید. ببینید خیلی از اوقات این اتفاق برای متأهل ها میفته که بعد بچه دار شدن یک شکافی بین رابطه اونها ایجاد میشه و این شکاف فقط از طرف زن نیست، یک جاهای مرد هم از بوی بدن زنش خوشش نمیاد، چون بوی یک مادر رو میده، بوی شیر میده و او فاصله میگیره. رسیدگی به خودتون خیلی مهمه و جلوی آینه برید با خودتون حرف بزنید و ارتباط با خودی بگیرید که دیگه نقش مادری نداره، نقش یک زن رو داره که میخواد جاذبه های قبل از مادر شدنش رو دوباره در خودش فعال کنه. اینکه این مسئله رو فهمیدید خیلی مهمه. من به شما تبریک میگم و حالا تا دیر نشده تلاشتون رو شروع کنید. موفق باشید.